درود بر شما. برای ایجاد نظرسنجی در وردپرس از افزونه WP Pools استفاده میکنیم. WP Pools افزونه ایجاد نظرسنجی و آمارگیری نظر کاربرا توی سایت وردپرسی شما هست. ابتدا از بخش افزونه ها افزودن، توی بخش جستجوی افزونه ها عبارت WP Pools رو سرچ میکنم، WP Pools رو نصب میکنم و در نهایت فعال کردن افزونه رو کلیک میکنم. بخش جدیدی به پنل وردپرس من اضافه میشه به نام Pools. از این بخش میتونم آمارگیری های سایتم رو و نظرسنجی ها رو مدیریت کنم. Add Pool Question، سوالم رو اینجا میپرسم. آیا از سایت ما راضی هستی؟ Answer، میتونم توی بخش Pool Answers پاسخهای این سوال رو یا اون عبارات نظرسنجی رو وارد کنم. به عنوان مثال اینجا بله، و برای اضافه کردن پاسخ جدید هم میتونم اینجا روی Add Answer کلیک کنم. آیا کاربران بتونن بیشتر از یه دونه گزینه رو انتخاب کنن؟ اگر که شما دوست داریم کاربر فقط بتونه بله یا فقط خیر رو انتخاب کنید، روی نو قرار بدیم. و اگر که روی یس قرار بدید، خب میتونید حد اکثر پاسخهایی که یک کاربر میتونه انتخاب کنه رو انتخابش کنید. مدت زمان شروع این نظرسنجی و مدت زمان پایان این نظرسنجی رو میتونید از اینجا انتخاب کنید. اگر روی Do Not Expire This Pool کلیک کنید، این نظرسنجی فعلا روی سایت شما به صورت مادام العمر میمونه و تاریخ انقضا نخواهد داشت. خب بعد از اینکه روی Add Pool کلیک میکنم، یه شورت کد به هم میده که شامل پول آیدی و آیدی نظرسنجی شما هست. میتونم این شورت کد رو کپی کنم و توی بخش حالا نوشته ها افزودن نوشته یا برگه ها افزودن برگه این شورت کد رو میتونم وارد کنم و انتشار رو بزنم. هر جایی از نوشته ها یا برگه های سایتتون میتونید این شورت کد رو وارد کنید تا اونجا نظرسنجی شما نمایش داده بشه. دکمه ووت رو اینجا متنش رو سفید میزنه، دلیلش اینه که قالب وردپرس من طراحیش اینطوریه. اگر قالبتون از نظر طراحی و CSS مشکلی نداشته باشه، دکمه ووت رو به خوبی میبینیدش. میتونه اینجا کاربر انتخاب کنه و ووت رو کلیک کنه. بله خیر. میزنه نتایج نظرسنجی رو اینجا نمایش میده. اگر هم که بخواید توی ستون کناری سایتتون یا توی فوتر یا هر جای دیگه از سایتتون این نظرسنجی رو قرار بدین، میتونید بیاید بخش نمایش ابزارک ها، ابزارک Pools رو به نوار کناری سایتتون به عنوان مثال اضافه کنید. عنوانش نظرسنجی، این مقدار روی نو قرار بدین و اینجا هم نظرسنجی مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید و در نهایت ذخیره. اگر کاربر توی هر صفحه از سایت شما باشه، توی ستون کناری نظرسنجی رو میبینه. کاربرهایی که قبلا به نظرات شما رأی دادن دیگه نمیتونن رأی خودشون رو ثبت کنن و فقط نتایج رو میبینن. امیدوارم از این آموزش ما هم راضی بوده باشید و به خوبی از نظرسنجی ها توی سایت وردپرسیتون استفاده کنید. توجه کنید برای فارسی سازی این بخش ها هم میتونید از افزونه پرشین ورد که توی وبسایت میهن وردپرس هست استفاده کنید.